sends that fire alarm. Sam is always cool and calm. If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's brave to the core. Sam is the hero next door. سام آتش نشان. دیرمون میشه، میدونستم اینطور میشه. آه صبح بخیر سام. سارا جیمز. خب همه اومدن غیر از اتوبوس. خب مطمئنم که اون خیلی زود میرسه خانم چن. خب بچه ها اردو بهتون خوش بگذره، بعدم میبینمتون. خدافظ آتش نشان. وقتی رفتیم نیوتن ما رو سوار این ترن هوایی های هیجان انگیز میکنن خانم چن. اوه ترن هوایی؟ نه نورمن، قراره آثار تاریخی و چیزای جذاب تری رو ببینیم. آخش توضیح میدی؟ این آثار تاریخی که تو عکس میبینی. وای به قدری من از این چیزا حوصله‌ام سر میره که نمیدونی. حالا همتون برای تو اتوبوس یه بغل دستی انتخاب کنی. چرا همیشه من باید پیش یه بچه کوچولو بشینم؟ نه اینطور نیست نورمن، دفعه پیش کنار من نشسته بودی. نورمن نکنه اومد. بچه ها زود باشین، همگی سوار شین. قبل از اینکه راه بیفتیم باید یه نگاهی به ماشین بندازم. برای این کارا وقت نداریم، تو همینجا هم از برنامه 11 دقیقه عقبیم. بیا بریم. چرا خفلیه؟ بعد در انتهای فیلم بازیگره گفت یه مرد وقتی تصمیم میگیره باید تا آخرش ادامه بده. آو صبح بخیرم کار. سلام الویس. حالا امروز میخواییم نجات اسبو تمرین کنیم. صبح بخیر آتش نشانم. صبح بخیرم کار. ببینم این لحنه صحبت یک کارمند با موافقش آتش نشان تریدیم تاون. نه از اون اسب بیا پایین. ببخشید همکار، ببخشید جناب آقای استیل منظور. این کلا هم جز لباس فرمتون نیست، سریع درش بیار. خانم چن، چرخای اتوبوس دیگه نمیچرخن تو کل شهر؟ با این وضعیت نمیتونیم به موقع برسیم. آره منظورم اینه که آچه بر کجا قراره بود اینجا بیره؟ که آثار تاریخی داره. نه بیخیال، میشه اونو سریع تر تعمیرش کنی؟ میدونی از قدیم چی گفتن خانم چن؟ عجله کار شیطونه. خب حالا باید گازش هم چک کنم. اگه سرعتمون بیشتر بشه این کارم بکن. اما من فکر نمی کنم. کدومه؟ این یکی که اینجاست؟ بله. اما پاتون آروم بذارید. نورمن پرایس برگرد سر جاش. ایوه گفتم آروم، پاتون رو بردارید خانوم. پدالش بالا نمیاد. دستیو چن این خوی کجا میریسی؟ لنگ ترمز دست منه. بعد تنبو اینطوری بهش میبندیم تا اسب آماده بشه. گره خوبیه آتش نشان موریز. برای تو هم خوبه آتش نشان مک‌کینلی. چیزایی که ازت دورن و اینطوری با تناب باید بگیری. اینجوری میکشی سبت کده کردینگتون. ما تو پونتی پندی زندگی میکنیم نه آیات وش. تو حق نداری اینجا از این کارا بکنی. وای بایشو اصلا لازم نیست بترسیم بچه ها. بگذاریم اینجا کسی بلد اتوبوس برونه؟ ماما بایشه بایشه بس بهتر زنگ بزنم به آتش نشان. سام
مچن داره یه اتوبوس پر از بچه رو میرونه و نمیتونه متوقفش کنه. خانم چن داره یه اتوبوس پر از بچه رو میرونه و نمیتونه متوقفش کنه. هنی، تو الویس با فینیکس برید. من مرکوریو میارم. اطاعت میشه سام. خوبه. حالا همه میتونن تو پونتی پندی میوه مورد علاقه‌شون رو بخرن. این چه وضعی رانندگیه؟ اینجا بپیچین چپ. اوه مراقب سی نریم تو دیوار. سمت راست. گریه نکن لیلی، این ماشین سرعتش از ترن هوایی خیلی کمتره. من قبلا هم گفتم اصلا از سرعت خوشم نمیاد. چپ یا راست؟ چپ. او نه، امروز سه شنبه است. خب روز بازیافت مقوا. ای بابا چیکار میکنی دارم؟ این طرف از این طرف. بیا 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 از این طرف. نه این طرف. نه بیا این طرف. نه اون طرف. نه این بیا این طرف. ای وای باگ. او با حتی دید در رفت. آره او خانومه چه احتمال پیدا کردن راه تو چراگاه گوسفندا تقریبا لطفاً حرف نزنید. من مادرم رو میخوام. من میخوام بیام توی ماشین. چی کار میکنه؟ این دکمه موتور رو خاموش میکنه. اما چون ترمز نداری باید یه جوری متوقف بشی. ادویس، از اس میخوام یه تناب بندازی سمت اتوبوس تا سرعتش رو کم کنی. تناب؟ آره، تناب رو در بیار و پرتش کن. همکار، زود باش. حالا ترمز بگیر پری. به موقع نجاتمون دادین. بابتش باید از الویس ممنون باشین. اما همیشه باید قبل از حرکت ماشینو بررسی کنیم. و همینطور سیلندر ترمز این اتوبوس که فهمیدیم ایراد داشته باید تعمیر میشد. اوه واقعا معذرت میخوام. اشکالی نداره چن، عوضش کلی ورزش کردم. خوش شدم که حال همتون خوبه. قول میدم دفعه دیگه که مدرسه اردو گذاشت عجله نکنم و با سرعت کم بریم. کارتون عالی بود بچه. ممنونم رئیس. به تبریک میگم کریدینگتون. بله قربان. کارت عالی بود همکار. آفرین به تو. وقتی یه آتش نشان تصمیم بگیره باید تو تهش ادامه بده.
sounds that fire alarm. Sam is always cool and calm. If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's brave to the core. Sam is the hero next door. Sam آتش نشان. خودت میدونی که یه جاسوسی. محالی تسلیم بشم. پس خودتو برای خطر آماده کن. اصلا اسم من خطره، چی فکر کردی؟ آره، وقتش کارای جالب بکنیم. برای بدلکاری آماده ای؟ چرا من باید بدلکارت بشم نورمن؟ چون منو سارا قبول نکردیم. آخرین باری که تو فیلم نورمن بدل کار شدیم یه حیوان ما رو تا پایین کو دنبال کرد. این که چیزی نیست در مقایسه با اون، اصلا حساب نمیشه. این قراره بی‌نظیرترین فیلم جاسوسی تمام دنیا بشه. حالا آماده ای جیمز؟ اما من نمیخوام بلایی سرم بیاد. اکشن! ای جیمز، تو اصلا بدل کار خوبی نیستی، اخراجی. خب، درست کردن صندلی ماساژور رئیس انجام شد. تعمیر کردن یخچالی که قرار بود مایک فلوت بیاد درستش کنه انجام شد. خب پنی، انگار امروز کارمون زودتر تموم شده. خوبه، به نظرت چطوره بشیم تلویزیون نگاه کنیم؟ آره، فکر خوبیه. آه، امروز بعد از ظهر یه فیلم هالیوودی خیلی خوب با بازی برایان مک‌کین شروع میشه. اوه سلام. اون بی نظیر نیست؟ آره، اون بی نظیره. اینجا من دستور میدم، فهمیدین؟ الان وقتش صحنه پرش و فیلم برداری کنین. آماده جیمز؟ دوباره بگو چی کار کنم؟ خیلی ساده است. از اون شیب با اسکی میری بالا، از کوه میپری، بعد میفتی رو تشک و میمیری. اما من نمیخوام بپرم. اکشن! بگو! وای جیمز، تو هیچ کاری رو درست انجام نمیدی. همه چی برعکسه. من زنگ میزنم آتش نشان سام. بازی برایان مک‌کین واقعا بی نظیره. این بار نقش پلیس رو خیلی بهتر از سریال آکادمی بازی کرده. بیا بریم با هم تمرین کنیم. سریال برایان مک‌کینه، اون بهترین بازیگریه که تا حالا دیدم. خدایا، جیمز جونز از درخت آویزون شده. اصلا نترس جیمز، من اومدم. گرفتمت. اینم دوتا بلیت مجانی برای نمایش اختصاصی فیلم جاسوسی جدیدم. بهترین بدلکاری دنیا توش انجام شده، باور نمیشه. خیلی عالیه نورمن، فقط دقت کن صحنه‌هات خیلی خطرناک نباشن. خیلی خوب باشه آتش نشان سام. سریع‌تر. وای گاری سواری واقعا عالیه. تو آماده ای سارا؟ بله نورمن. برو وسط اون جعبه ها جیمز. ما این بهترین راه برای ضبط صحنه تصادف طبیعیه. نمیتونم نگهش دارم. آره آره. نترس جیمز، الان با آتش نشان سام تماس میگیرم. این مک‌کین واقعا خیلی خوش تیپه. منو یاد جوونی ها میندازه. جیمز سوار گاریه و داره یه راست میره سمت آب. جیمز جون سوار گاریه و داره میره سمت دریا. منم همینو گفتم. من کجا؟ نگران نباش، دارم میام بیشه. دارم میام. Get up.
عموسم. آخه تو قرار بود به جوا بخوری. فکر کنم باید صحنه های بدلکاری رو خودم انجام بدم. اگه نظر منو بخوای تو بدلکاری داری زیاده روی میکنی نورمن. معذرت میخوام سام، اما نگران نباش، فقط یه صحنه دیگه مونده که باید فیلم بگیریم و توش هیچ خطری نداره. قول میدم. آره هیچ خطری نداره. باشه نورمن، خیلی خوب، موفق باشیم. فیلم سینمایی جاسوس بزرگ، برداشت 73، ورود به مخفیگاه دوست ها، اکشن. آقای پاند، انتظارشو داشتم که بیای. پنج طلا، دوست قدیمی من. اوه، من گیر افتادم. بچه ها، دست با یه زندانی رو ببندین. و کاج، عالی بود، بیاد بدلکاری رو ببندین. من از فیلمسازی خوشم نمیاد. منو از این صندلی باز کنی. اینقدر نق نزن جیمز، الان فقط باید با این ذره‌بین یکم نور بندازی و تناب و بسوزونی. راحت باور کن، نگاه کن اینجوری. ساده بود مگه نه؟ وسط آتش سوزی یک گاراژ پر از نفت گیر کرده. جیمز جانز وسط آتش سوزی یک گاراژ پر از نفت گیر کرده. ببخشید برایان. آتش سوزی با نفته، باید کف دیوکسید کربن بریم. اتحاد میشه سام. خطر 100%. آماده ای؟ برقا از کنترل اصلی قطع کنیم بچه ها. آرش خوبه، بهتره که بشکه نفت تو خونه نگه ندارین چون زود آتیش میگیره بچه. واقعا متاسفم سام، در آینده بیشتر احتیاط میکنم. بچه نورمن پرایس، دفعه دیگه اگه خواستی فیلم بسازی حتما یه بدلکار بزرگ سال استخدام کن. چشم آتششان سام، معذرت میخوام. ببخشید تو رو انقدر به خطر انداختم جیمز. ببخشید نورمن، دیگه نمتونیم فیلم بگیریم. این عملیاتو نجات حافظه رو پر کردن. واقعا؟ نورمن پرایس یه قهرمانه، آتش نشان بین المللی و دشمن جاسوس های بزرگ، حتما ببینید. اسم مستعار من نورمن خطره. نه، اسم مستعار استنلی نورمن. سلی. به نظرم تو هم بازیگر خوبی هستی سام. او ممنونم پنی. اون بدلکار واقعا بی‌نظیره. کی هست؟ اون اسمش سامه، آتش نشان سام.
is that fire alarm? Sam is always cool and calm. If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's brave to the core. Sam is the hero next door. Sam آتش نشان. خب من امروز تعطیلم هانا. هر کاری میکنی فقط در قفس باز نشه. میدونم شبیه حیوان خونگیه اما یادت نره که اون یه حیوان وحشیه. مطمئن باش در باز نمیکنم مامان. آه فکر کنم سام اومد. لیزی آماده ای که بریم؟ حیوان بیچاره یه روزه که غذا نخورده. نگران نباش سام، زود درمانش میکنم. آه سلام آنا، این دوربین شکاری رو تازه پیدا کردم. میای بریم ساحل باش دوردست ها رو ببینیم؟ خیلی مزه میده ها. کاش میشد بریم نورمن، اما مامانم یه روباه آورده. یه روباه؟ من درباره روباها همه جور اطلاعات دارم. مثلا معنی پچپچاشون میدونم اونا چه معنی میدن. کجاست؟ دو دنبالم بیا. ببینش اینجا. سلام روباهو. میدونستی بعضی روباها مثل سگا هستن؟ آره مامانم میگه اونا حیوانای وحشی هستن. نه یکی نه، نگاش که چی مظلومه. خب قیافش که شبیه سگه. دوست دارم بدونم چی میخوره. اونا هم مثل سگا استخون میخورن دیگه. من میرم یه تیه بیارم. میخوام بهت غذا بدم. وای ازت خواهش میکنم در نرو. فرار کرد. یه دیگه استخون پیدا کردم. روباه کن در قفص رو باز کردم فرار کرد. چه کاری بود تو کردی؟ تو گفتی که اونا شبیه سگا هستن. خب تو نباید برف من گوش میدادی. آه نه، اگه تو قبل از برگشتن مامانم اونو به قفصش برنگردونم تو درد سر بعدی میفتم. میفهمی؟ آره. سگ خوبی باش ریدار. الان میخوام صدای قلبتو بشنوم ریدار. آروم باش و از جا تکون نخور. سام سام چه اتفاقی برای ریدار داره بیفته؟ لیزی داره اونو ماینه میکنه، نگران نباش. ما هم سعی میکنیم آروم نگهش داریم. آو خوبه. خواهش میکنم ریدار آروم باش. تو میتونی پسر آروم باشی. به نظرم یکی باید الویسو آروم کنه. خب حالا میخوام گوشاشو معاینه کنم. سگ بزرگ و قهرمانه بود، بیزار معاینه بشه. آروم باش، بذار گوشتو معاینه کنه. آروم بگیر. آره الویس، میخوای توی معاینه ریدار کمک کنی؟ آره او معلومه که میخوام سام. من برای کمک به ریدار همه کاری میکنم. از تو این مدت که لیزی داره معاینش میکنه لطفا بیرون وایسا. او بسیار خوب سام. پنی مطمئنی بدون من از اختش برمیای؟ آره؟ بله میتونیم الویس. روباه کجایی؟ روباهی با مزه. روباهه اگه بیداش نکنیم چی نورمن؟ چطوری برش گردونی؟ خیلی ساده است، من با این قوطی و قاشق میترسونمش. این شکلی ببین در پاک تاک تاک. نورمن بسته، تو بیشتر اونو میترسونی و فراریش میدی. نه نمیترسونمشون. ببین اونجا رو روباه اونجاست. آره خودشه. نه دوباره فرار کرد. ندیدی از کدوم سمت رفت؟ شدیدانم رفت سمت خونهش. بده من این نوچه خونه به این صخره ها، همون جا که مامانم پیداش کرد. اما صخره از اینجا خیلی فاصله دارن، چند سال طول میکشه برسیم اونجا. نه اینطور نیست. سلام حالا. سلام نورمن. ما داریم دنبال یه روباه زخمی میگردیم. یکی باید براتمون سمت صخره ها. صخره ها؟ فکر نکنم برم حالا، چون من اصلا از اون مسیر رد نمیشم. لطفا نرو، تو قهرمان مایی، درست مثل آتش نشان سام. وای من قهرمانم جان. تو چجوری قانعش کردی؟ کارت واقعا عالی بود. حواست باشه روباهو پیدا کنی. حالا ریدار بذار ببینم قدرت جسمی تو چه وضعیتی. امیدوارم ریدار سالم باشه. آفرین پسر، تو میتونی. آره
آره آره ریدر خودمه. ما همه چرا دنبال اون روباه گشتیم حالا؟ من واقعا باید برگردم. نه خواهش میکنم، اگه پیداش نکنیم مامانم بدجور به هم میریزه. اگه تو بری ما نمیتونیم برگردیم. اگه کمکمو کنی قهرمان ما میشی تره. چیزی رفته توی چشم نورمن؟ نه من بابا ببین یه پرنده، خودم دیدم چیز قرمز کو میخوره. همون روباه هست، باور کن. وایسا نکن نورمن، این درخت خیلی بلنده. بذار من برم بالا، به هر حال من قهرمان تو هم دیگه. باش. عجب چقدر بلنده، خیلی شاقم. همینطوری ادامه بده تروه. آره آیشه گرفتی شره، تو میتونی بگیریش. اینجا که چیزی نیست. روباه نیست؟ نه بابا، یه باید بوده چون حالت خوبه تروه؟ آره فکر کنم. وای 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 وقتیشو با آتش نشان سام تماس بگیر. خب خوشبختانه میتونم بگم که ریدار 100% سالم و شاد. اورا. اما من یکم گیج شدم لیزی، دلیل کم غذا شدن این چند وقت ریدار چیه؟ من نمیدونم. ده امتیاز که یه فیبیا یکم از این شکلات های باری دلوقت بخور. نه هلویس، سگا نباید شکلات بخورن، اونا رو مریض میکنه. تو زیاد از این شکلات ها بهش میدی؟ خب راستش نه، آره خیلی بهش میداد. خب معما حل شد. ایوانز از یه صخره آویزون شده. ایوانز از یه صخره آویزون شده. پنی، من و تو با ونوس میریم. هرویس، تو هم با هلیکوپتر بیا. اطاعت میشه سام؟ باشه اطاعت. برید نجاتشون بدید، من بهتون افتخار میکنم. دارم میبینمش پسر. گرفتمت. تو باید بیشتر مراقب باشی ترنفر، ممکن بود بد جوری صدمه ببینی پیره مرد. اخ با تو ایسام، فکر کنم دیگه از سنم گذشته. از اولم تقصیر من بود که از درخت بره رفتی تروه. واقعا معذرت میخوام. ما میخواستیم یه روباهو پیدا کنیم. روباه؟ واقعا معذرت میخوام مامان، یادم رفت بهم گفته بودی روباه یه حیوان وحشیه. چه فکر کردم مثل سگ در قفسو باز کردم تو بهش قضا بدم و بعد فرار کرد. منظورت این روباهه؟ خودشه. من و نورمن سعی کردیم گیرش بیاریم اما هیچو نتونستیم پیداش کنیم. برگشته؟ خودش راه برگشت به خونه رو پیدا کرده، مثل اینکه وقت غذا خوردنش خوب میدونه. خیلی خوب، انگار مشکل همگی حل شد. این یعنی هیچ کدوم اینا تقصیر من نبوده. یه بارم تقصیر ما نبوده. یه لحظه صبر کن، تو گفتی بعضی روباها مثل سگا هستن، نگفتی؟ خب البته مورد خاصم وجود داره دیگه. خب شاید استثناء بوده، شاید هم منظورم یه ایوونه دیگه بوده. گرگ یا مثلا پاندا. شب بزن ببینم. Thank you.
sounds that fire alarm. Sam is always cool and calm. If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's brave to the core. Sam is the hero next door. Sam آتش نشان. آه، سیب، شکر، کاهو، شربت، دارچین، تخم مرغ، پرتقال. اوه، سام، میخوای شکلات سیب معروفتو درست کنی؟ آره دنیس، راستش به الویس قول دادم طرز تهیه اونو بهش یاد بدم. اوه، منم عاشق تافی سیبم. وایسین، من تافی سیب دوست دارم. سلام، بله. اوه، تریوره. اونم شنیده قراره تافی سیب درست کنی سام. اوه راستی منم میخوام. باباشه بسیار خوب. فکر کنم به قدر کافی خرید کردم باید برم. مامان ما یه فکری داریم. خب میدونی چه نیمشب هوا خیلی تو تاریک میشه، ما میخوایم یه مهمونی ترسناک بگیریم امشب. بهمون اجازه میدی؟ لطفاً. نه بسیار خوب و مطمئنم عمو سام هم براتون یکم تافی سیب درست میکنه. عالیه عمو سام، باید برم به کاری مهمونی برسم. وایسا وایسا سارا، من یه لیست از ایده های مهمونی درست کردم، میخوام نمایش هیولایی اجرا کنم. جیمز من برای مهمونی خیلی وقته که برنامه ریختم، میخوام خوراکی وحشتناک بذارم سر میز و همه جور اشکال ترسناک میچسبونم. بازیایی مثل چسبوندن دم روی گربه وحشتناک، بعدم میخوام یه شبح بسازم و بذارم وسط مهمونی. اسم شبح وسطه. قرار بود برای این مهمونی دوتایی برنامه ریزی کنیم. باشه اگه میخوای کاری کنی میتونیم خفاشه ای دکوراسیونو بسازی. فقط همین؟ آره. حالا نشونش میدم. بابا میگم چیزی داری که باش بزرگترین خفاشه پونتی پندیو بسازم؟ بذار ببینم. اینا به دردت میخورن؟ این چطور؟ اینم هستا، به نظر میاد به درد بخوره. بله عالیه. دیدی الویس، درست کردنش خیلی سخت نیست. اوه سام، درست کردنش که هیچی، ولی اوه خوراکی خوشمزه. اوه مزلت میخوام قربان، اینا برای مهمونی بچه ها، بعدا بازم درست میکنیم و شما هم میتونید بخوری. فکر کنم گفتم بر ندارین قربان. نه مجبورم ازتون بگیرمش قربان. اون دیگه چیه؟ آه سلام سارا، تا حالا خفاشی به این بزرگی ندیده بودی نه؟ نظرت چیه؟ خوب شده؟ فکر کنم زیادی جا گرفته. شبه من قرار بود این وسط باشه. من عصبانی نکنه، اونو بیار با این همین حالا. برای مهمونی وحشتناک آماده اید بچه ها؟ تو خوش بگذره. سلام، چقدر ممنون، خودم ساختمش. خب کی برای نمایش هیولایی آماده است؟ میدونستم یه جایی همین اطرافه. بذار ببینم اونه هست. این بهترین وسیله برای امشب خانه وحشت هیجان انگیز سارا. ممنون که تافیه سیبا میبری پنی. اوه من داره باز میکنم. الویس یادت باشه که تافیا رو زیاد نپذیر، چون سفت میشن و نمیتونیم بخوریمشون، باید نرم باشن. اوه باشه سام، نرم برشون میدارم.
تافی های خوشمزه برای درست شدن تو لحظه شماری میکنم. اوه نه حتما الان نمیشه قربان، باید تافی ها آماده بشه. چقدر طول کشید؟ خب کارا چطور پیش میره الویس؟ فکر کنم یه مقدار دیگه باید تافی بخرید و یه تابه جدید. سرایین بی نظیره. وای این دیگه چیه؟ ممنونم، خودم ساختمش. خب حاضری بازی من امتحان کنی؟ آره هر بازی باشه عبوده باشه. اسم بازیمون اینه، دوم گربه وحشتناک و به چسبون. خب کی میاد؟ ببینم شما به سوختگی احساس نمی کنی؟ خونم خفاشم. چه شب زیبا و آرومی. رستوران آتیش گرفته. وایسین الان به سام خبر میدم. نگاه کنیم بی 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 اشکم کنیم همه چی تمیزه، آشپزخونه هم تمیزه، جناب آقای استیل هم بالاخره میتونه تافی سیب بخوره مگی نه شام؟ بله داره یه دونه میخوره. ناغلا تو مهمونی بچه ها در رستوران ماهی آتش سوزی شده. تو مهمونی بچه ها در رستوران ماهی آتیش سوزی شده. بچه ها بجنبین. آتیش داره شدیدتر میشه. بچه ها بخوابین زمین، هر چقدر که میتونین پایین بمونین. چی میگه؟ چی میگه؟ بذاریدن چی میگه پایین؟ در قاب شده و بچه ها اونتو گیر افتادن. الویس تو شلنگا رو بیار، منم اهرام رو میارم. اتوار آتش نشان سام، خطر 100%. آتش نشان سام سریع تر، خطر 100%. بچه ها عوام باشید. یکی یکی دست منو بگیرین و بیاین بیرون. خیلی خوب. خیلی خوب مندی، بیا پیش من. بیا اینم دختر سارو و جیمز کجا؟ قربان یه کمکی میکنین؟ همه رو عقب نگه دارین تا من آتیش رو خاموش کنم. برین آخر اون برای داشته باش. باشه. چقدر امشب شب سختی بود. ببخشید آتش نشان سام، ما همش سعی میکردیم بهتر از همدیگه باشیم. همه رو به خطر انداختیم. فراموش نکنین شمع روشن رو باید دور از همه چیز و یه جای امن گذاشت. و همیشه هم حواستون بهش باشه، چون خیلی راحت میتونه باعث آتش سوزی بشه. من یه چیزی دارم که فکر کنم خوشحالتون میکنه. تافیای سی. بفرمایید برای شما. اینم برای شما. هل نزنیم بچه ها. بفرمایید اینم برای شما استعیز. اینم تافیی که میخواستیم بزنیم. نه بابا گرفتین شما. خدمت شما میشه جنو.
fire alarm. Sam is always cool and calm. If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's brave to the core. Sam is the hero next door. Sam آتش نشان. در میونه دو تا چشمول قشنگه کل یخ توی دلم قبوره. این واقعا عالیه بچه، خیلی خوب. الویز چرا اینجوری 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 میخونی؟ آه من که اینجوری اینجوری اونجوری خوندم، من داشتم اونجوری اونجوری اینجوری میخوندم. من که اینجوری نشیدم، تو شنیدی اینجوری بخونستم؟ راستش من نمیدونم. جای تعجب داره واسه دامبول دیمبول تو هم همچین چیزی شنیده باشه. گفتی دامبول دیمبول؟ من توی زندگیم تا حالا آهنگی شیشه‌اش نخوندم بابا. چرا تو دقیقا همون کارو کردی؟ اینطور نیست. دست از این آهنگای دامبول دیمبولیت بردار. این آهنگا که میزنم بهتره، قطعای منه خیلی بهتر از اون آهنگای جنگل مزدونت داره، فهمیدی؟ الویس و مایک گوش کنین، شما امشب برنامه دارین بچه. نه نمیشه، من با کسی که از شعرهای من خوشش نبیاد برنامه اجرا نمی کنم به هیچ عنوان. منم با کسی که شعرامو دوست نداشته باشه کاری ندارم. اما مایک، الویس، شما نمیتونین. چرا میتونیم؟ از امروز به بعد الویس و مایک دو دیگه وجود ندارن. من از این گروه میرم. نه تو نمیری. خدا رو شکر. من میرم. الویس، بهتره با مایک در مورد گروهتون صحبت کنین، اما خیلی دوستانه. من تصمیمم رو گرفتم سام، مایک بدون من ادامه میده، اشکالی نداره. اما اون نمیتونه بدون تو اون گروه میشه یه مایک که فقط درام میزنه. این که مشکل من نیست، از طرفیم یه تفریح جدید پیدا کردم، آکروبات. میخوام امشب یه برنامه اجرا کنم. این کتابو خریدم، توش دقیقا نشون داده چطور میشه این کارو انجام داد. نگاه کن. رد داده. اینجا چه خبر؟ ببخشید، من مطمئنم تو میتونی مشکلاتتو با الویس حل کنی. آره کتاب یا مایک. ببخشید هلن، وقتشه که کار روی سری جدید شروع کنم، درسته؟ نفر اول کیه؟ اسم من جیمز جونزه، اهل پونتی پندیم. خب جیمز شروع کن. الویس اینجوری اجرا نمی کرد، ببخشید جیمز. بعدی الویس اینطوری اجرا نمی کرد. نفر بعدی اسم من نورمنه، خیلی خوب. بعدی الویس اینجوری اجرا نمی کرد. نورمن بله. میکروفونو بلند کن. چشم، ببخشید یه لحظه احساساتی شدم ماما. بعدی بعدی الویس اینجوری اجرا نمی کرد. جو، به نظر همه چیز مرتب میاد، درسته؟ امیدوارم همینطور باشه سام. ببین الویس، اون مایکه، چرا نمیری باش درباره گروه و همکاری مجدد صحبت کنی؟ اگه اون بخواد خودش میاد با هم حرف میزنه. ببین بابا، الویس اونجاست، چرا نمیری باهاش درباره تشکیل دوباره گروه حرف بزنی؟ اگه بخواد میتونه خودش بیاد با هم حرف بزنه. من مطمئنم تو از اجرا با مایک خیلی بیشتر از آکروبات با میوه لذت میبری. من الان دیگه میوه نمیندازم حواسام، رسیدم به فصل نهم که سبزیجاته. شاید منم الویس خیلی ناراحته، میخوای یه نفر رو به جاش بیاری. به نظر من که خیلی هم خوشحاله. کتاب یا مایک، اونم آدم دیگه. مشکل همینجاست، الویس یه آدم معمولیه. من یه دستگاه میخوام، یه دستگاه گیتار. من کاملا مطمئنم چنین چیزی وجود نداره بابا. پس خودم میرم یکی اختراع میکنم. بیا اینجا جو. خیلی خوب سام، اینجا رو نگاه کن. چنیدیتان نرویس، فکر نکنم این آکروبات با سبزیجات ایده خوبی باشه. حق با توه سام. خوبه، خوشحالم سر عقل اومدی.
چون به جاش میخوام این کار انجام بدم. نگاه کن آتیش. امشب آتش نشان تریدینگتون قراره با مشعل‌های آتشین روی استیج اکروباس بازی کنه. پس وقتشه که عملیات رو راه بیاندازیم. آتش نشان سام، تو جلوتر از همه میری. شنیدی چی گفتم؟ بله قربان. آتش نشان فیلیپس، میخوام تو بری اینجا بالای جوپیتر. آتش نشان مک کینگلی، تو از اینجا پوشش میدی. بله. آماده ای؟ آتش نشان سام، در حالت آماده باشم قربان. منم اینجا آمادم قربان. آتش نشان مک کینگلی آماده. آمادم آتش نشان موریس. جناب رئیس منم آمادم. همه چی مرتبه؟ خیلی خب، برنامه رو شروع میکنیم. سلام به اهالی. بگی بده پندی پندی. آفرین به تو الویس. آره آفرین به تو کردینگتون، همیشه میدونستم از عهدش برمی آی. خب همه یه جمع شید، میریم ایستگاه. خب امیدوارم که مایک هم مثل من کارش خوب انجام بده. سلام پونتی پندی، میخوام شما با عضو جدید تیمم آشنا بشید، استاد حرفه‌ای 2000، ساز محبوب من. ولی این عضو جدیدت اصلا مثل الویس اجرا نمی کنه بابا. اشکالی نداره، سرعتشو زیاد کن جا. وای خایدم، خرابکاری کردم برو عقب. نه الویس هیچ وقت اینطوری کار نمی کرد. بابا باید تمومش کنی. یه چیز زودتر با آتش نشان تماس بگیرم. دستگاه گیتار مایک از کنترل خارج شده و استیج رو به آتش کشیده. دستگاه گیتار مایک از کنترل خارج شده و استیج رو به آتش کشیده. پرویس تو الی با جوپیتر برین. پنی تو آرنولد با ونوس برین. منم مرکوریو میارم. پنی و آرنولد شما همه رو ببرین یه جای ام. الویس بررسی کن ببین برق قطع باشه. پنی تو مهار آتش بهم کمک کن. اطاعت میشه آتش نشان سام. برق رو قطع کردم قربان. فکر نکنم استاد حرفه‌ای 2000 به درد کارم بخوره. برید عقب، همه بشید برید اون طرف، برای ایمنی بیشتره. همه تون باید برید اون سمت. تموم شد سام. واقعا متاسفم، دستگاه گیتار من آتیش سوزی رو به راه انداخت. خوشبختانه کسی آسیب ندید مایک. فکر میکنم شما دو نفر کلی حرف دارین که با هم بزنین. بیا دوباره با هم یه گروه بشیم. آره آکروبات عالی بود، اما نه به خوبی دامبول دیمبولی که تو میزنی. منم دلم برای آهنگ شیش و هشتی تو تنگ شده. یه لحظه صبر کن، من هیچ وقت آهنگ شیش و هشتی کار نکردم. منم هیچ وقت دامبول و دیمبول نزدم. دوباره نه. ببین اون موقعی که تو ارگ میزدی من داشتم کار هنری میکردم. اون موقعی که تو مهمون من خیلی وقت تو این کارم چی فکر کردی؟ یادته